سلام عزیزان، مهربانان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. روز هستم، اونر کچان میبل، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. برای تمام این روزهایی که با مهربونی کنار من بودین و ما رو به خونه هاتون، به خونه های گرمتون با صمیمیت پذیرفتین، خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم. امیدوارم که از برنامه‌ای که براتون تهیه شده بود لذت برده باشین. عزیزان، لازمه که بگم واقعیتش خیلی خیلی خوشحالم از اینکه یه تیم خیلی قوی، یه تیم خیلی خیلی مهربون و خوب کنارم بود. تلویزیون دریملند بسیار در واقع ما رو ساپورت کردن، من خیلی متشکرم برای محبتاشون، و همینطور از همه افرادی که تو زمینه‌های مختلف ما رو حمایت کردن. از شما عزیزانی که ما رو پذیرفتید خیلی ممنونم. دوست داشتیم که این برنامه رو بیشتر ادامه بدیم، چون تعداد لباس‌هایی که هست خیلی زیاده، ولی هم وقت کمه، هم شرایط کنونی که پیش اومده یه خورده باعث شد که دست و بال ما بسته بشه. امیدوارم به زودی همه این مسائل حل بشه و ما با سورپرایز های خیلی جدیدتر و بهتری خدمت شما باشیم. خب این برنامه در واقع تدارک دیده شده بود برای اینکه به شما یه تعدادی از استایل ها و لباس های کتای میبل رو معرفی کنیم، و همینطور یه مقداری در مورد صنعت فشن و استایلینگ و نمیدونم اینطور چیزا برای شما اطلاعات بدیم. امیدوارم که در واقع با این اندازه محدودیت از برنامه ما تونسته باشیم اطلاعات رو به شما انتقال بدیم. عزیزان، خیلی 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 زحمت کشیده میشه برای هر دقیقه از برنامه‌ای که ایجاد میشه. من واقعیتا خیلی ممنونم که شما ما رو با دلای گرمتون حمایت کردین، ولی میخواستم خدمتون اینو بگم که ما دوست داریم که بیشتر از اینا در خدمتون باشیم. قطعا با سورپرایز های خیلی بهتری میایم خدمتون و ادامه میدیم، اما الان چون ما چند تا مطلب داشتیم که در واقع ناتموم مونده بود، ترجیح دادم بیام خودم شخصا جلوی دوربین و براتون اون مطالب رو تموم کنم و توضیحاتم رو بدم. ولی خب ما متاسفانه به دلیل همین اتفاقات اخیر دیگه نتونستیم این برنامه رو ادامه بدیم. امیدوارم که پوزش بنده رو بپذیرین. دوستتون داریم هر جا که باشین، و ما همچنان کنارتون خواهیم بود. خب عزیزان، اگه یادتون باشه ما گفتیم که شکل بدن به چند تا شکل مختلف توی فشن طراحی و دیزاین میشه که براشون لباس در نظر گرفته میشه. یکی از اونها به شکل گلابی بود، سیب بود، پتیت بود، و من اضافه کردم که شکل مستطیل یا همون رکتنگل، که حالا میخوایم با هم دیگه بریم و آورگلاس یا همون ساعت‌چینی که بهترین نوع در واقع شکل بدنه. حالا به اگه اجازه بدیم با هم بریم یه مروری در مورد پتیت بکنیم. پتیت گفتیم هر کسی که قدش زیر 1.62 باشه پتیت حساب میشه. پتیت یعنی ریز نقش، و اونهایی که ریز نقش هستن طبیعتاً ارتفاع بدنشون نسبت به بقیه کمتره توی قسمت، مثل خطوط گردن، خطوط بین کمر و باسن، و همچون پاهای کوتاه‌تر، دست‌های کوتاه‌تری دارن. خب حالا ما برای اینکه اینجور اگه یه همچین شکل بدن داریم چیا باید بپوشیم که این مشکل در واقع اینجوری دیده نشه؟ خب بازم طبق معمول همیشه یقه های لباستون اگه هفته باز باشه خیلی خوب میشه. چرا؟ چون معمولا ارتفاع گردن افرادی با شکل در واقع ریز نقش خیلی کوتاه تر از بقیه یه آدم هست. بنابراین شما هرچی سعی کنید اون رو به تصویر بکشین و بیشتر دیده بشه، اون یکی از اون قسمت هاست که خیلی قشنگ تر دیده میشین. تو این یه دونه مورد استثنان بهتون بگم، آفت شولدر برای اینجور آدم ها خوب نیست، چون واقعیت در واقع اختلاف ارتفاع رو از شولدر تا گردن رو به تصویر میکشه و ما نمیخوایم این کار بکنیم.
یکی دیگه از اون چیزایی که باید در نظر بگیرید اینه که چون کوتاه تر از بقیه شکل‌های بدن هستیم، ما می‌خوایم کشیده تر هم دیده بشیم. حالا باید ببینیم چه تیپایی در مورد این قضیه میتونه بهمون کمک کنه. یقه های دکولته، یقه های لباسه که حالت کج هستن، اینا همه چیزایی هستن که گردن رو بلندتر به تصویر میکشن. چرا میگیم یه طرفه؟ چون یه طرفه یه قسمتیش روی شونه شما قرار میگیره، یه قسمتیش پایینتر و این قسمت نشون میده که شما در واقع گردن بلندتری دارین. یادتون باشه هر چیزی که مزاحمت ایجاد میکنه در این که بدن شما کشیده تر و زیباتر دیده بشه، اون رو باید از جلوی پا برداریم. یکی دیگه از مواردی که به شما برای لباسهای مجلسی میتونه کمک کنه، سعی کنین از لباسهای ماکسی و اونهایی که به شکل ماهی هستن، خاطرتون باشه به شکل ماهی باشن این لباس ها. به چه دلیل؟ برای اینکه ما میخواییم کشیدگی بدن و همه قوس ها رو به شکل خاص به تصویر بکشیم. یکی دیگه از موردایی که میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه زیباتر دیده بشین اینه که این دامن لباس شما یه چاک یک طرفه داشته باشه، یه چاک یک طرفه بلند. چرا؟ میخواییم پاهای شما در واقع بلندتر، کشیده تر و زیباتر دیده بشه. در حالی که خودی پتیت هم میتونه گلابی یا پرل یا سیب یا هر شکل دیگه ای از بدن رو داشته باشه، ولی خاطرتون باشه با تمام اون ترفندهایی که در مورد سیب و گلابی و مستطیل و اینها میگیم، توی پتیت هم میتونیم اون رو انتظار داشته باشیم. پس ما میتونیم بریم سراغ دفترمون ببینیم چه چیزایی رو باید بهتر در واقع استفاده بکنیم تا بهترم دیده بشیم. بهترین قد لباس برای پیراهن برای کسانی که ریزنقش هستن توصیه میشه که سر زانو باشه، اگه قراره که لباس شما ماکسی نباشه. چون همونطور که شما عزیزان میدونید لباس ماکسی مناسبه برای خیلی جاهای خیلی مجلسی. یعنی قراره یه کوکتل پارتی برین، یه مهمونی برین، یه چه میدونم جمع دوستانه است، یه استرونت، هر چی که هست، اگر قراره پیرهنی بپوشین یا دامنی، بهترین سایزش تا سر زانوی شماست، برای اینکه میخوایم یه مقداری از پاها دیده بشه. همینطور خاطرتون باشه پارچه هایی که به شکل لخت و در واقع حالت ریزش دارن توی بدن، از اینجور پارچه ها تو لباساتون استفاده نکنید. سعی کنید پارچه های پفکی، تور، آرگانزا، چه میدونم سیلک، اینا باشه که سبک باشه. چرا؟ چون پارچه هایی که میفتن حالت سنگین دارن و سنگینی اونها باعث میشه که قد شما رو کوتاه‌تر و شما رو ریزتر نشون بده. البته من توصیه‌ام به همه خانم‌ها، از خودم تا بقیه شما عزیزان که بیننده این برنامه هستید و بودید، اینه که کفش پاشنه بلند رو هیچ وقت فراموش نکنید. کفش پاشنه بلند برای همه خانم‌ها در همه سنین توصیه میشه. حالا برای اونهایی که ریز نقش هستن دیگه عزیزان بیشتر از همه توصیه میشه. و یادتون باشه که شما خط کمرتون هم با بقیه بادی شیپ ها فرق داره. برای این خط کمر اگه برای همه پایین باشه، برای شما یکم بالاتر باید گرفته باشه. پس لباس هایی رو باید بپوشید که یا اگه قراره کمربند ببنده یا کمر داشته باشه، باید از زیر سینه تقریبا اون کمر شروع بشه. سعی کنین از لباس هایی استفاده بکنین که خط کمرشون بالاتره. همینطور یادتون باشه که با کمربند اگر میبندین هم بالاتر این کمر رو ببندین. یکی از سلبریتی هایی که در واقع با این اندام هست و با این شکل هستش و خیلی خوب میدونه که چجوری باید رساب بکنه رو رد کارپت که میاد، جسیکا پارکر هست و
ایشون میدونن که به دلیل اینکه پتیت هستن باید چه لباسایی رو بپوشن. معمولا یه چاک خیلی بزرگ دامناشون حالت کلوش داره، یا اگر قرار شکل ماهی داشته باشه حتما یه چاک خیلی بلند در روی دامن لباسشون داره. و یادتون باشه عزیزان، خودداری کنین از پوشیدن هر نوع زیورالات بزرگ و درشت، چون شما ظریف و ریز نقش هستید، بهتر از زیورالات ظریف و زیبا مثل خودتون استفاده کنید. افرادی که بدنشون به شکل مستطیل هست، همونجوری که از اسمش معلومه، یعنی که خط شونه، خط باسن و خط کمر همه در یک لاین، در یک خط هستن، یعنی ما در واقع قوس این بین نمیبینیم. حالا این در واقع بیاییم با هم دیگه مثبت و درست فکر کنیم، و اون اینه که اینایی که ما میگیم هیچ کدوم دلیل بر ایراد بدن نیست، ولی برای اینکه شکل زیباتری بگیره ما باید یه سری کارا رو انجام بدیم. حالا اولین تیپی که در این مورد میخوایم صحبت کنیم در موردش این هستش که باید یه کمر ایجاد کنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، خب خیلی ساده است، یه کمر بند می‌بندیم. یکی از مدلاش که میشه در واقع کمر ایجاد بکنیم اینه که کمر بند. حالا یکی دیگه اینکه حجم ایجاد کنیم تو بالاتنه، هم پایین تنه، به خاطر اینکه میخوایم کمر باریک تر، میخوایم کمر ایجاد کنیم، نداریم، میخوایم ایجادش کنیم. پس بالاتنه و پایین تنه رو باید یه حجمی اضافه کنیم. حجمی که به بالاتنه میتونیم اضافه کنیم لباسای آستین پفی، اپل، نمیدونم اون جغ ملله، حالا هر چیزی که میتونه بزرگتر دیده بشه، حتی رنگ، با رنگ ها میتونیم این رو ایجاد بکنیم، چین، و به این ترتیب بالاتنه رو در واقع ما باید تغییر بدیم. یکی از لباسایی که خیلی تو این قضیه کمک میکنه توی لباس مجلسی به خصوص، بهش میگن A-line، که شکل A حرف A انگلیسی رو میده. یعنی چی؟ یعنی از بالا ما میخوایم بالا رو باریکتر یا پهنتر، پایین رو بزرگتر، در واقع میخوایم قوس ایجاد کنیم. پس میان یه لباسایی رو به این شکل تنشون میکنن، یعنی اینکه کمر وسط ولی پایین تنه در واقع تمام کلوش باید باشه دامن. حالا میتونه اون دامن سر زانو باشه، میتونه ماکسی باشه. یادتون باشه کمر حتما باید داشته باشه. اگه قراره کمر ایجاد کنیم، باید فکر کنیم چه شکلی ها میتونیم، چه جوری میتونیم این کمر رو ایجاد کنیم که قوس‌های زنانه به تصویر کشیده بشه. خب یکی از اون مدل ها اینه که یه کت کمر کرسدی بپوشیم، کت‌هایی یا بپوشیم یا ژاکت‌هایی رو که تا منطقه در واقع کوتاه هستن، تا منطقه کمر هستن. بعد یادتون باشه که اگه قراره اسمارت کژوال بپوشین، یعنی لباسایی بپوشین که می‌خواید سر کار رسمی بپوشید، یا چه می‌دونم برای مهمونی یا عصر یا پارتی، کت دامنایی هستن یا بولیز دامنایی هستن که یک کمر می‌خورن، یک کمر خیلی باریک می‌خورن، اما از زیر کمر به اونور چین میخوره لباس، بعد دامن زیر اون میشه. بنابراین نشون داده میشه که چی؟ باسن بزرگتره، کمر باریکتره. خب حالا یادتون باشه اگه قراره که لباسی بپوشید که بولیز شلواره، خواهشن از گذاشتن بولیزتون تو شلوار خودداری کنید، چون ما میخواییم زیباتر دیده بشیم. مطمئنن همه انسان‌های روی کره زمین دوست دارن زیبایی رو، و همه ماها دوست داریم که زیبا دیده بشیم و زیبا باشیم. بنابراین اینا مطلب این نیستش که، باز هم براتون تکرار میکنم عزیزان، مطلب ما این نیستش که ایراد بذاریم رو هم دیگه، ما میخوایم زیباتر دیده بشیم. خب حالا برای یه همچین شکلی از بدن، توصیه من اینه که حتما لباسهایی رو از بالا تنه بپوشید که یقه هاشون گرد باز باشه، یا یقه در واقع هفت خیلی باز باشه، همونطور که گفتم، یا آفت شولدر باشه، چون میخوایم پهن‌تر، واید‌تر دیده بشن. و یادتون باشه که حتما از لباسای کمر کرسدی استفاده کنین، همینطور تا میتونین رو بالاتنه با چین و پف و اینا بالاتنه رو بزرگتر نشون بدین. حتی تاپایی هستن که آدم مثلا چه میدونم میخواد بره خرید تن بکنه، بهترین تاپایی باشن که
یه کوچولو بالای آستینشون یه چینای کوچولو هست، یا حتی این چین ها تا زیر دست هم میره، زیر حلقه آستین هم میره. اینا باعث میشه که یه خورده پهن‌تر از بالا دیده میشه، یعنی به قول معروف یه خورده شکل هفت میگیره بدن شما. یادتون باشه که عزیزان، شلوارایی که میپوشین در واقع هرچی تنگ باشه بهتره، خاطر اینکه شلوارای تنگ باعث میشن که بچسبن به باسن و در واقع یک شیپی از باسن باعث میشه که اون قوسی رو که ما میخوایم ایجاد بکنه. کمرای لباساتون سعی کنید فاق بلند باشه و حتما کمربند ببندید. خب عزیزان، همون جوری که یادتون باشه، اگر ما با یه آقای بسیار بسیار نازنین که اسمش تکیم بود، یکی از دیزاینرهای خیلی خوب، ما باشون قبلا صحبت کرده بودیم و الان میخوام شما رو به ادامه شنیدن این مطالب در واقع دعوتتون کنم. ما دفعه پیش که در خدمت تکین جان بودیم نشد که کاملا در مورد یه سری مسائل صحبت کنیم به دلیل زمانی که داشتیم. حالا الان میخوایم با شما یه خورده بیشتر این مطالب رو صحبت کنیم و در واقع یه سری اطلاعات بیشتری در اختیار شما ازتون قرار بدیم. تکین جان، یکی از سوالهای من اینه، به خاطر اینکه من به شخصه تو این زمانی که این اتفاق پندمیک افتاد و کرونا ویروس همه رو یه جورایی درگیر کرد، مدت زیادی شد که من نتونستم هیچ لباسی رو از اروپا و ترکیه بیارم. بله. یکی از دلایل، و حتی فروشگاه های بزرگی که اینا رو در واقع ارائه می کردن بالکل بسته بودن. حالا من میخوام ببینم که شما که در واقع توی این زمینه دارین مطالعه میکنید و بالاخره توی جامعه فشن هستین، میخوام ببینم که شما میدونین چه اتفاقی تو این وسط افتاده. من فکر میکنم که به غیر از پندمیک قطعا یه خبری هست، ولی به غیر از اون کلا پندمیک یا کرونا خیلی همه چی رو دگرگون کرد، به خصوص فشن رو، یعنی در حدی که ما خیلی وقت کاور ووگ نداشتیم، کاور جی کیو نداشتیم، کاور بازار نداشتیم، فقط کاورهای دیجیتال مثلا برای لاو مگزین و مگزین های جدیدتر مثلا دیوی مگزین و اونم دیجیتال، نه یعنی مثلا در حدی که فوتوگرافرشون اومده توی خونه سلبریتی عکس گرفته. بله. یعنی در این حد خیلی یعنی دیگه چیز بوده. بعد دیگه خودتونم دیدین دیگه توی سوشال مدیا که دیگه ووگ چالش شروع شد، لاو مگزین چالش شروع شد. بعد آره که در کل خیلی پندمیک فشن رو دگرگون کرد. البته ببین مثلا بگم، برندایی که کمپانیای بزرگ صاحبشون بودن یک ذره هم ضرر نکردن، حتی با اینکه فشن شو نذاشتن. یعنی مثلا ال وی ام اچ و کرینگ که صاحب مثلا کرینگ صاحب گوچی و الکساندر مک‌کوین و پوما و دیگه این برنده مثلا بالنسیگا و سن لوران، اینا هیچ ضرری نکردن، به خاطر اکسسوریاشو خیلی بیشتر فروش رفت. بله. خیلی خیلی بیشتر فروش رفت. مثلا جدیدترین برندی که سی اف دی ای هم برد دیگه، مثلا میشه یه شبیه اسکار فشن سی اف دی ای بردش که باشه، بوتگا ونتا، اصلا یک ذره اینا ضرر نکردن، به خاطر اینکه کیفای اسفنجی رو دادن، کفشای اسفنجی رو دادن که دقیقاً یعنی انگار یه جوری برنامه‌ریزی شده بود برای پندمیک، انقدر که مثلا راحتی رو تبلیغ می‌کرد، مثلا خونه نشینی رو تبلیغ می‌کرد، همچین چیزی. خیلی جالب بود واقعا، برای خود من خیلی جالبه، به دلیل اینکه من میدیدم واقعا چون هیچی نبود که بخوان ارائه بدن. خب حالا اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که من هرچی نگام کردم توی این بازاری که در واقع باهاش در ارتباط بودم دیگه لباسی نبود که بیاد، یعنی لباس ها همه همون لباس ها چند مثلا ماه پیش بود که قبل از مارچ تقریبا هر چی داده بودم و دیگه چیز جدیدی نمی اومد. من فکر میکنم همه کمپانی ها در واقع به خاطر همین قضیه یه جورایی یه خود سافت تر رفتن جلو. حالا الان سوال من اینه، با توجه به این قضیه هیچ پیش بینی هایی نشده؟ من فکر میکنم، من خودم به شخصه فکر میکنم
این موضوع اثرش رو تا 6 ماه الی 1 سال روی دنیای فشن بذاره. من فکر می‌کنم بیشتر میذاره. بله، به خاطر اینکه خیلی خیلی در واقع دست و پای همه رو بست. بله خیلی. حتی دیزاینرها اگه دیزاین میکردن چجوری میخواستن تولیدش کنن. دقیقا. و اگه تولید میشد که میخواست جایی بره که بخواد اونو بپوشه. بله. و یعنی چون دیگه خودتون میدونید مثلا بیشتر تولیدی ها توی هند و بنگلادش و سوریه و ایران و ایران البته گرونشه. آره ایران گرونه. بله, بله. خب تکیم جان شما یکم در واقع به ما اطلاعات در مورد کلاسیک مدرن بده ببینیم قضیه این چیه. الان مدرن کلاسیک یعنی در انقدر همه چی مدرن و بدون خط و مرز و قانون شده که دیگه هم یه سری ها دوباره دارن برمیگردن به اون کلاسیک بودن، یعنی کلاسیک بودن و اصولی بودن و مثل خود من ترجیح میدم برای اینکه خب بله. دوباره فشن برمیگرده، یعنی فشن هر 20 سال یه بار دوباره برمیگرده به حالت خودش. بله. مثلا الان ما داریم چیزای دهه 80 رو میبینیم دوباره تکرار میشه، دهه 70 رو داریم میبینیم دوباره تکرار میشه، حالا به 90 هم میرسیم به امید خدا. 90 بله. که برسیم من میتونم لباسای قدیممو دوباره بیام استفاده کنم با بدنی کروی. دقیقاً. چقدر بله. خوب این قسمت رو خیلی دوست دارم چون من خودم ذهنم خیلی کلاسیکه و واقعیت و من فکر می‌کنم همه ایرونیا از بچهای پشت دوربین نظر شما چطوره؟ همه بله همه تایید بودن که ما هممون ایرونیا کلاسیک رو خیلی دوست داریم. بله. و فکر می‌کنم که اگه یه روزی به اون سمت برگرده ایرانیا نامبر وان دنیا شن به خاطر اینکه خیلی خیلی واقعا همشون اهل این هستن که در واقع خیلی یه چیزی بین کلاسیک و مدرن. بله. آره همیشه شیک و مرتب و دیگه معروف شدیم به بوی عطر و مدل مو. خدا رو شکر من خیلی واقعا خوشحالم برای فرهنگمون. بله. بسیار خیلی بسیار بسیار غنی و قوی هست این فرهنگ. بله. به خصوص آدم تازه اینجا میفهمه. تازه براتون که گفتم های هیلز هم از کجا اومد یادتونه، به خاطر همین هم های هیلزتون رو بپوشین، اصلا با این ترند جدید کاری نداشته باشین، همین که کلاسیک بمونید. بله دقیقا موافقی شما کامل. ممنونم از توجهتون، از حمایت‌های گرمتون. یادآوری میکنم اگر خواستین هر سفارشی داشتین یادتون باشه وبسایت کاتون میبل برای اقصا نقاط دنیا آمادگی فرستادن لباساشو داره و همینطور خاطرتون باشه برای ملبورنی های عزیز ما همیشه ویلکام هستیم، همیشه با آغوش باز میپذیریمتون. برای اون دست عزیزانی که دوست دارن بیان و از نزدیک ببینن و امتحان کنن شماره تلفن ما هست و همینطور شما میتونید از طریق های مختلفی در سوشال مدیا ما رو دنبال بکنید. منتظر جدیدها و زیبایی های جدید دیگه ای از طرف کتای میبل باشید. ما همیشه برای شما سعی میکنیم سورپرایز داشته باشیم. دوستتون داریم و به خدای عزیز میسپاریم با یه سورپرایز دیگه برمیگردیم.